و لزوما به فرد ارتباط نداره. در این حالی که یکی دیگه از کارهایی که خود شما میتونید انجام بدید، اگر شماره پرونده یا اون کلاینت آیدی رو در اختیارتون قرار داده باشند، اگر اون رو دریافت کرده باشید، میتونید از طریق تماس با اداره مهاجرت خودتونم در این حال پیگیر پرونده‌تون باشید. میتونن با شما تماس بگیرن؟ بله، من به هر حال برای راهنمایی بیشتر در خدمتشون هستم. قربان، کفایت کرد پاسخ ایشون؟ سوال دیگری هم دارید؟ قربونتون برم، خیلی متشکرم. شب عالی بخیر. شبتون بخیر. عرض انورتون، بالاخره موفق شدیم امشب با یکی از دوستانی که گرفتاری داشتند تماسی داشته باشیم. یک خبری در روزنامه در نشریات درج شد که یک آقای ایرانی به عنوان پناهنده یا پناهجو وارد کانادا میشه و ایشون پروندهش میره برای دادگاه و ایشون همینطور که کلاس زبان میرفته با یک خانم پناهجوی مکزیکی آشنا میشه، عشقی به وجود میاد و منجر به ازدواج میشه و حاصل این ازدواج یک بچه است که تازگی به دنیا اومده. اما همزمان با به دنیا اومدن این نوزاد تکلیف کرده دادگاه هم به این آقا و هم به این خانم که پروندهشون پذیرفته نشده، دلایلشون کافی نبوده و باید کشور رو مثلا تو فلان تاریخ ترک بکنن. من میخواستم ببینم که اولا این بچه به نظر میرسه که یک بچه کاناداییه، این بچه حقوق یک آدم کانادایی رو داره، یعنی میتونه پاسپورت کانادایی داشته باشه. آیا این شرایط حقی رو برای این پدر مادر ایجاد میکنه که اینها بتونن پروندهشون رو بفرستن برای بازبینی مجدد، یا اینکه متاسفانه اینا باید این مملکت رو ترک بکنن و چی میشه؟ خلاصه این وضعیت، این کیس رو من دیدم، گفتم با شما در میون بذارم ببینیم که این وضعیت اینا چجوری میشه، آیا میتونن هر راه حلی پیدا بکنن یا نه. بله، ببینید، عرض کنم خدمتتون، بر اساس قوانین مهاجرت کانادا در واقع کسی که در خاک کانادا یا حتی بر فراز خاک کانادا، حالا اینکه بر فراز خاک کانادا عرض میکنم، یاد خبری افتادم که سال گذشته اتفاق افتاده بود و در واقع پروازی به مقصد آمریکا از یک کشوری که حالا مبدأش رو نمیدونم در واقع صورت میگرفت. خانومی که در واقع در اونجا بود، در این پرواز بود و باردار بود، ظاهرا زایمان میکنه توی همون پرواز، همون زمان هم در واقع این پرواز در واقع بر فراز کانادا بوده. ببینید، اون بچه به طور اتوماتیک چون این برفراز کانادایی که میگیم در خاک، هم در خاک هم برفراز کانادا، در واقع فرد میتونه تابعیت کانادا رو کسب بکنه. و در مورد این موردی که مثال زدید، باز موارد متعددی هست، حتی ممکنه دوستانی اینجا تشریف بیارن با به اصطلاح ویزای توریستی یا دیداری و فرزندی رو به دنیا بیارن و این بچه ها در واقع همونطوری که شما فرمودید به طور اتوماتیک تابعیت کانادا رو کسب میکنن، بلافاصله میشه براشون در واقع پاسپورت کانادایی گرفت و در این حالی که خب اگر به واسطه پدر یا مادر هم میتونن تابعیت اون کشور پدر و مادر رو هم کسب بکنن. در مورد مثال ایرانی ها، خب ایران هم در واقع مواردی هم بوده، من موکلی داشتم که در واقع در اینجا هم زایمان کردن و بعد عرض کنم خدمتون برای مصاحبهشون تشریف آورده بودن و برگشتن، اما بچه رو پاس ایرانی براش گرفتن و در این حال پاس کانادایی هم دریافت کردن. اما ببینید، این بچه طبق قانون بله میتونه در کانادا بمونه، حتی پدر و مادر میتونن بگن ما این بچه رو کانادا میخواییم بذاریمش، حالا یا حتی جزء تقریبا محالات هست که به هر حال پدر و مادری بچهشون رو رها بکنن، ولی میخوام از نقطه نظر قانونی خدمتتون عرض بکنم که بچه میتونه در کانادا حتی گذاشته بشه ولی پدر حقی برای پدر مادر ایجاد نمیکنه. ببینید، مسائل بشر دوستانه، حالا یک جای دیگه یه قضیه است که به هر حال میتونه قاضی رو تحت تاثیر قرار بده، اما خود اون موضوع تولد به تنهایی نمیتونه روی تصمیم قاضی و یا پرونده این دوستان
در واقع اثری بذاره. حالا در این حالی که متاسفانه این دوستان اینطوری که شما میگید به هر حال هر دو ظاهران رد شدن و از دو کشور متفاوت هم مثلا حالا یه طوری هم باید تصمیم بگیرن بالاخره بچه چه تکلیفی خواهد داشت و میخواد تا به کدوم کشور بره. عرضم به حضورتون از اتاق فرمان اشاره میکنند که برنامه در حقیقت رو به پایان، متاسفانه امشب هم حرفای ناگفته ما همچنان باقی موند. من سپاسگزاری میکنم از تشریف‌فرمایی شما و از راهنمایی شما. اگر پیامی حرفی دارید بفرمایید برای اتمام برنامه. نکته‌ای نیست، من در خدمتتون هستم. خوشحال شدم در خدمت شما بیننده های عزیزتون بودم. به هر حال تشکر میکنم و سپاسگزارم از شما بیننده هایی که تا این لحظه در حقیقت در خدمتتون بودیم، همینطور از اتاق فرمان هادی عزیز کارگردان فنی برنامه خیلی سپاسگزارم و همچنین از امیر نازنین به عنوان مدیر فنی. به هر حال همونطور که میدونید من تو کار خرید و فروش مسکن به عنوان مشاور مسکن هستم و شعار پایانی برنامه همون شعار تبلیغاتی منه: ارزش خانه به کانون گرم آن است. شب و روز همگی شما به خیر تا برنامه بعد، دو هفته دیگه.